عشق فراموش ناشدنی ستوده، ولی مجبوریت که باعث شد با شیلا ازدواج کنم. عزیزان شنونده، سلام بر شما. آرزوی صحتمندی و تندرستی یک یکتان را دارم. سپاس از امرائیتان، از پیامهایتان و از حمایتتان که همواره کنار ما هستین. قبل از آغاز داستان چینل خودتان را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فراموش نکنین و پل‌های ارتباطی با ما از afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال. آغاز داستان. با دختر در قوم خود ما در رابطه بودم. خیلی دوستش داشتم. نامش ستوده بود. دختر خیلی مؤدب و خوبی بود. ارتباط ما هم قسم نبود که یک طرف قضیه بخواه از او سوء استفاده کنه. از امو روز اول که دیدمش گفتم او زن زندگیم خواهد شد. صادقانه به او عشق ورزیدم. هدف هر دوی ما ای بود که ای عشق به ازدواج بینجامه. من نمیخواستم قلب دختر را بشکنانم که در خانوادهش از هرچی داشته محروم بوده. میخواستم برش خوشیای تمام دنیا را بودم. در نگاه هایش سادگی و صداقت موج میزد. با وجود که من پسر تحصیل کرده و جامعه دیده بودم، اما مثل او دختر ندیده بودم. آرام بود، انگار چار اطرافش دیوار گرفته شده و فقط میتونه به طرف ما بیایه. به همه کس و همه چیز بی‌پروا شده بود. به ما توجه داشت، به عمق وجودم رخ نکده بود. وقتی به طرفش میدیدم قلبم به تکان مفتاد. او را میخواستم. رویا میدیدم که سالهای سال کنار او عاشقانه زندگی میکنم. همیشه با خودم فکر میکردم که اگه ستوده در زندگیم بیایه چقدر خوشبخت خواهد شدم. هرگاه تنها میشدم همیشه زیبایی او، ایمانش و فداکاریش در نظرم میامد. چهره زیبایش را میدیدم که عاشقانه به سوی مینگره. اما همیشه در این نگاه ها ترس وجود میداشت. او ترس که از پدر و برادرش داشت. همیشه میترسید که نکنه پدر و برادرش ما را هم ببینه، ولی ما به او اطمینان می دادم که بر همیشه پای قول که به او دادیم می ایستم. همیشه در فکر ستوده بودم. نمی فهمیدم این رابطه چه وقت آغاز شد. چی زمان بود که ما قدر شیفته هم شدیم. در اوایل فقط یک سلام و کلام با هم داشتیم، ولی هر بار که او را می دیدم متفاوت از دخترای دیگه بود. ما پسر بودم که از نگاه چهره و ظاهر میتونستم جذب دخترها شوم. دخترای خالی ستوده همیشه کوشش میکردن که توجه مرا به خود جلب کنن. به خودشان میرسیدن. لباس منظم و سر و وضع خوب میداشتن. ولی ستوده ساده و با همون لباسای خانیش میبود. کوشش نمیکرد در مقابلم قرار بگیره. ولی نمیدانم چرا چشمم فقط او زیبایی صورته که زیر چادر آبی سفید و سرخ رنگش مخفی میشد میدید و بس. او طرز نگاه های عجیب داشت. از امو دور که با آدم خیره میشد دیگه دست و پای آدم گم میشد. با بسیار مشکل تانستم که توجه او را جلب کنم و عاشق خودم بسازمش. می فهمیدم اگه همیشه به دنبالش باشم او از من دور میره. برامی بعض وقتا که با هم روبرو می شدیم عاشقانه نگاش می کردم تا بفهمه عاشق شدیم. او هم فهمید و عاشقم شد. با هم رابطه خوب صمیمی آغاز کردیم. پنهانی با هم دیدار میکردیم و این دیدارا طور تنظیم میشد که هیچ کس از او با خبر نمیشد. ستوده زیاد میترسید، میگفت نمیخواید در قوم خیش رسوا شود که با من رابطه داره، ولی من همیشه به او دلداری میدادم و میگفتم ستوده اینقدر نگران نباش، یک روز زن میشی. باز خودت به خاطری رفتارایت میخندی، اما هیچ حرفم استرس او را از بین نبرد.
مام با او قسم رفتار میکردم که حتی به فکرشام خطور نکنه که گویا از او سوی استفاده میکنم و قول ناحق ازدواج برش میتم. ما به قولم استاده بودم و تا آخر کنارش میماندم. چیزی که مرام نگران میساختی بود که پدر ستوده خیلی آدم خشن و در مقابل دخترایش خیلی جدی برخورد میکرد. هیچ یکی از خواهرای ستوده به خواست خودشان یا با عشق و عاشقی ازدواج نکرده بودند. این مسئله خواب شبهای مره را بوده بود. برامی قبل از اینکه دیر شوه و یا کسی در مورد رابطه ما خبر شوه از ستوده خواستگاری کردم. از او روز به بعد به شدیدترین الفاظ رانده شدم. پدرش گفته بود پسرتان لیاقت دختر ما را نداره. او یک لشمک است. چشم چران است. ما آدم های با عزت و با آبروستیم. هیچ وقت دختر خدا در خانواده مثل شما نمیدیم. خانواده ما با اونا ای تفاوت داشت که ما کمی آزاد بودیم و اونا خانواده قیدگیر بودن. برامی بر ما جواب رد دادن. با وصفی اما بازم آرام ننشستم و خواستگار فرستادم ولی هر بار جواب رد می دادن. تا حده که به این همه رفت آمدهای ما شک کردن و تصمیم گرفتن ستوده را با کس دیگه نامزد بسازن. ما نمیتونستم بدون ستوده زندگی کنم. او هم به اندازه مرا دوست داشت که نمیتونست به یاسانی ازم دست بکشه. برامی تصمیم گرفتیم برخلاف خواست خانواده ها با هم فرار کنیم. شب که قرار بود با هم فرار کنیم ما ساعت 2 شب منتظر ستوده بودم با موترم ولی اون آمد. تا دم صبح منتظر نشستم. بازم احوال او نامد. صبح شد. رفتم خانه و از شماره تماس که همیشه ستوده با ما تماس می گرفت زنگ زدم و با تماس شدم. او هم خاموش بود. 2 روز و 2 شب در بیقراری مطلق به سر می بردم و نمی فهمیدم که چی باید کنم. هیچ احوال از او نداشتم. بالاخره خبر شدم که ستوده را با کس دیگه نامزد کردن. من خیلی ناراحت شدم. واقعا فراموش کردن کسی که همه زندگیت شده هیچ ممکن نیست. مرچی کردم احوال از ستوده نیافتم. بعد از 2 هفته از یک شماره ناشناس برام زنگ آمد. خانه خالیش بود. او ستوده بود که برام زنگ زده بود. با اونا گفته بوده که همراه نامزد خود گپ میزنه. برامی همه آنچی به سرش آمده بود را برام قصه کرد. او گفت شب که میخواستم با تو فرار کنم در نزدیک دروازه اویلی با دست کولم بودم که پدرم مرا دید. یک روز و یک شب مرا لطکوب کرد و زندانی ساخت. بعد از او بدونی که کسی از ما بپرسه مرا با یکی از قوم و خیش ما نامزد ساخت. خواستم بازم از خانه فرار کنم ولی مرا زندانی ساخته بودن. بالاخره ما رفتار ما عوض کردم و قسم نشان دادم که تو را فراموش کردیم. برامی مرا اجازه دادن که خانه خالیم بیایم. اینجا آمدیم اگر میتونی بیایی با هم فرار کنیم. ما با شنیدن حرفای ستوده به فکر فرو رفتم. از اینکه با ستوده فرار کنم و بازم کسی از اعضای خانواده خبر شوه چی فامیل ما یا اونا بازم ستوده را مورد لطکوب قرار خواه دادن و بر ما مشکل ساز میشه. بهتر بود یک مدت زندگی او را در خطر نمنداختم. ما منتظر ماندم. 2 ماه دگام منتظر ماندیم. هیچ قرار فرار با هم نریختیم. اوضاع کاملا به حالت اولیه خودش بازگشت. بازم با هم نقشه فرار ریختیم. ولی ای بار امی که از نزدیک خانه ستوده گذشتیم پلیس موتر ما را استاد کرد. ما ترسیده بودیم. 1-2 سوال پلیس زد و نقیز جواب دادیم. برامی فهمیدن که کدام پلان دیگه داشتیم. ما را به اوزه بردن. تمام شب در نظارت خانه ماندیم. ستوده را کمی اذیت کرده بودن. گفته بود که با هم فرار میکردیم. به همی دلیل بر ما فشار زیاد آوردن و شمارای تماس خانواده ما را خواستن. من مجبور شدم شماره تماس پدرم بودم. ستوده می ترسید و هیچ شماره تماس به اونا نداد. اما او افراد پلیس خیلی ظالم بودن. موبایل ستوده را گرفته باز کردن و به شماره تماس برادرش زنگ زدن. که ما دختر را با یک پسر گیر کردیم. فکر کنم اعضای خانواده تان است. بیاین او را ببرین.
برادر و پدر ستوده بازم به نظارت خانه آمدن. انوز پدر ما نرسیده بود. با خشم و غضب زیاد ستوده را با خود بردن. یک روز بعد از او افراد نامعلوم مرا در پیش خانه ما لطکوب کردن. به موبایل پولم دست نزدن. فقط تا جان داشتن مرا زیر لگد و مشت انداختن و بعد از او فرار کردن. از ستوده هم هیچ احوال نداشتم. یکی گفت که ستوده دست به خودکشی زده ولی زنده است. دیگه گفت زندانیش کردن ولی خبر عروسیش که رسید دیگه از رسیدن به عشق او دست شستم. پدرم برای حفظ جان مرا به مزار شریف فرستاد. در مزار شریف خانه امین بودم. در قوم و خیش ما همه از عشق ما و ستوده خبر داشتن. برامی سالهای سال کنار امیم ماندم. دختر امیم شیلا عاشقم شده بود و من هنوز خبر نداشتم. هر روز و هر ساعت من در ناراحتی بودم. بالاخره یک روز شیلا برم گفت که ستوده عروسی کده و تو اگه هر چی کنی به او رسیده نمیتونی. پس برای چی قلب مرا مشکنانی و اصلا نظر به من نمی کنی و ناراحت میسازی؟ مام که با خود فکر کردم گفتم بهتر است که به خاطر فراموش کردن ستوده به شیلا مراجعه کنم. شاید او بتانه مرا از این همه غم و اندو بیرون بکشه. شیلا به حد عاشقم شده بود که هرچی از دستش می آمد بر من انجام می داد. از صمیمی شدن رابطه ما خانواده ها خبر شدن و خوش بودن. برامی خیلی زود اقدام به نامزد کردن ما گرفتن. وقتی با هم نامزد شدیم شوهرمیم گفت که دیگه نمی تانیم تو را در این خانه نگهداری کنیم. یا زود عروسی کو و خانه داماد چو یا برو بر خودت خانه بگی. ما از خود آبرو عزت داریم. نمیتونیم نامزد دختر خود در خانه با دختر ما نگهداری کنیم. حرف شوهرم این منطقی بود. من یک اتاق به خودم کرایه کردم ولی شیلا بری که به سر وضع خانه ما برسه و یا غذا برم پخته کنه وقت و ناوقت به خانه ما میامد. او به خانوادهش دروغ میگفت و به دیدن ما میامد. صمیمیت ما زیاد شد و باعث شد که با هم رابطه بگیریم. ما نامزدان بودیم. پس فکر نمیکردیم این موضوع کدام مشکل داشته باشه. اما دو ماه بعد خبر شدم که شیلا حامله شده. برای که رسوای مردم نشیم زودتر بند و بست عروسی را گرفتیم و یک هفته بعد از خبر شدنم از وضعیت شیلا و مراسم عروسی گرفتیم. ولی یک روز پیش از عروسی خبر شدم که یک ماه بعد از عروسی ستوده شوهرش فوت کرده و 6 سال است که به حیث بیوه در خانه پدرش زندگی میکنه. اگر در ایالت پشت او خواستگار میرفتم حتما او را به من میدادن. من از یک طرف مجبور بودم که همراه شیلا عروسی کنم، از طرف هم قلبم نزد ستوده بود. خیلی به خودم لعنت فرستادم و از خود متنفر شدم. ولی دیگه نمیشد. مجبور بودم با شیلا عروسی کنم و نمیتونستم در او حالت رهایش کنم. عروسی ما انجام شد اما نمیفهمم چرا هنوزم قلبم در کابل است و بر ستوده میتپه. کاش بتانم فراموشش کنم. پایان داستان. عزیزان شنونده، جهان سپاس از این که تا این دم کنار ما بودین و تشکری خاص میکنم از هر یک شما خوبان و عزیزان که همواره کنار ما هستین و از چینل خودتان یعنی افغانستان جورنال حمایت میکنین. ما فقط میخواییم یک نکته را با شما شریک بسازم، اویی که بعض از عزیزای ما، بعض از شنونده های خیلی خوب و عالی قدر ما بعض داستانایی را که میفرستن در بعض پیام ها در قدم نخست اونا را میخواییم امو پلا ارتباطی را که همواره برشان اعلان میکنیم اگر یاداشت ندارن یاداشت بکنن. چینل افغانستان جورنال همیشه در خدمتتان است و شما میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما داستانیتان بفرستین. ما با کمال میل و
خرسندی داستانهای شما را به شکل صوتی تهیه کرده و خدمت حضورتان به نشر می‌سپاریم. اما مشروط به ای که داستانهای شما با امو میار و وقت نشر برنامه های ما مطابقت بکنه. البته بعضی از عزیزها از داستانهایی را می‌فرستند که بسیار زیاد کوتاه می باشه و یا هم از لحاظ جمله بندی اصلاً امو مفهوم یک داستان را برای دیگه شنونده ها ارائه نمی کنه. شما از آن کوشش بکنین، خصوصا دوستایی که داستانهای خود را می نویسن، حداقل شما خوبان کوشش زیاد بکنین که در جمله بندی و در استفاده واژه ها بسیار زیاد دقت بکنین و آغاز و انجام داستان را قسم شما بنویسین که دیگه مخاطبین ما از او چیز بگیرن و امو داستان امرایشان دقیق تر و واضح تر شریک شود. گرچند ما هم تیم کاری ما در قسمت تنظیم و ترتیب داستان ها انشالله که کنار شما هست و همکاری های داریم، اما بازم این نکته زیاد مهم است و نکات دیگه که خیلی ها مهم است همی است که وقت داستان را در نظر داشته باشین تا داستانهای شما بسیار زیاد کوتاه نباشه. فرض مثال تعداد از شنونده های ما داستانهایی میفرستند که اگر ما او را به خوانش میگیریم و آماده نشر میسازیم 2 دقیقه، 3 دقیقه، حتی بعض داستانها تا 5 دقیقه و 6 دقیقه که خیلی ها کوتاه است و امو پالیسی نشراتی چینل افغانستان جورنال اجاب نمی کند تا او را به دست نشر بسپاریم. پس شما کوشش بکنین امو یک وقت معینه که برای یک داستان اجاب می کنه او را در نظر داشته باشین و شما می تونین برای ای که بدانین کدام وقت و کدام تایم معیار است برای ای که شما داستانتان قابل نشر باشه، شما سر بزنین بعد داستانایی که از چینل افغانستان جورنال نشر میشه شما می تونین از روی هم یک محاسبه پیش خودتان داشته باشین و در قسمت واژه ها و یا در قسمت تصحیح و ادیت بعض داستان شما تیم کاری ما انشاءالله کنارتان است. قسمی که قبلا هم گفتم ما هم همکاری های خود را میکنیم و جان سپاس از ای که امواره کنار ما هستین. نظریات شما، پیشنهادات شما بر ما قابل قدر است و هر یکتان بر ما ارزش خاص خود را دارین. سپاس از اینکه ما را همراهی میکنین. تا داستانهای دیگر، بدرود.